سلام، من پریسا هستم، متخصص تغذیه. امروز میخوام راجع به جوز هندی با تو صحبت بکنم و خطراتی که میتونه جوز هندی برای بدن ما داشته باشه و کمتر راجع بهش صحبت شده. و شاید براتون جالب باشه که بگم جوز هندی در طب رایج میتونه با هروئین مقایسه بشه. بیاد که خب من خیلی دیدم که آشپزا جوز هندی استفاده میکنن توی غذاشون و خدا رو شکر مشکلی برای کسی تا الان پیش نیومده. بعد بهتون بگم که جوز هندی حد مصرف مجازی داره و اگه از اون مقدار بگذره باعث مسمومیت میشه. در زمانهای قدیم یه فکر میکنم توی کشور انگلستان یه غذایی بوده که مصرفش رایج بوده و با بادمجون و مقدار زیادی جوز هندی درست میشده. وقتی که خب این غذا مدت زیادی مصرف شد دیدن که اثرات جانبی داره و از اونجا به بعد توجه ها به جوز هندی جلب شد و در دهه 1960 از جوز هندی به عنوان داروی سقط جنین استفاده می شده و همچنین داروی روانگردان، یعنی برای افرادی که بیماری های روانی داشتن هم جوز هندی استفاده می شده و به دلیل وجود یه ترکیبی که توی جوز هندی وجود داره همه این عوارض و این در واقع اثرات رو ازش میتونیم ببینیم و اون هم آمفتامینه، ترکیبی که توی هروئین هم وجود داره و به خاطر همین میگم که با هروئین قابل مقایسه است، چون اثرات خیلی زیادی روی سیستم عصبی ما و روی عملکرد طبیعی مغز ما هم میتونه تأثیر داشته باشه. یه گزارش شده از یه زن و شوهری که رفته بودن و به اورژانس بیمارستانی آورده بودنش بود. بعد از اینکه اینا به هوش اومدن و حالشون بهتر شده بوده، پزشکا نمیدونستن دلیل این شوک چی بوده و وقتی که حالا بررسی‌ها رو کردن و ازشون پرسیدن، یه ریکال ازشون گرفتن که اینا توی 24 ساعت گذشته چی خوردن. یعنی آخرین چیزی که به ذهن اون آقا رسیده بود این بودش که من اشتباهی توی غذا جوز هندی ریخته بودم. یعنی اصلا فکر نمی‌کرده که این مورد باعث شوک و از حال رفتن اینا بشه. بعد از اینکه این گفته بوده که من جوز هندی رو اشتباهی ریختم، متوجه شده بودن که جوز هندی باعث مسمومیت این زن و شوهر شده بوده. حالا جوز هندی وقتی از این مقداری بیشتر بشه، خب طعم خیلی بدی به غذا میده. من نمیدونم چجوری اینا تونسته بودن این غذا رو بخورن. به هر حال مقدار مجاز جوز هندی تا 3 قاشق غذاخوری، یعنی وقتی که از 3 قاشق غذاخوری بیشتر بشه باعث مسمومیت میشه و این آقا هم حدود 4 تا قاشق غذاخوری جوز هندی توی غذاش ریخته بوده. پس حواستون باشه که بیشتر از 3 قاشق غذاخوری توی یک وعده جوز هندی مصرف نشه. و وقتی که داشتم این گزارشات و این مطالعات رو میخوندم، احساس کردم که کمتر آگاهی رسانی شده در این خصوص و باید بیشتر راجع بهش صحبت بشه، چون که بهتره که جوز هندی از دسترس کودکان دور نگه داشته بشه و افراد، یعنی خانم‌های باردار هم نباید مصرف بکنن و براشون معنی مصرف در واقع وجود داره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که فکر میکنید که بهتره این آگاهی رسانی انجام بشه و آدم های بیشتری راجبش اطلاع داشته باشن، ممنون میشم که ویدیو من رو شیر بکنید با دوستان و اطرافیانتون و اگر که کانال و ویدیوهای من رو دوست دارید، ممنون میشم که سابسکرایب کنید.